پیامی که آقای ترامپ داره به کره شمالی میرسونه به بخش دیگری از محور شرارتی که آقای بوش بهش اشاره کرد، یعنی جمهوری اسلامی ایران هم هست یا نه؟ بدون تردید حکومت جمهوری اسلامی نظارگر برخورد ترامپ با کره شمالی هست و اینکه در آسیا این سفرش چگونه خواهد بود. ولی از توی این سفر جمهوری اسلامی الزاماً نمیتونه تهدیدی رو کسب کنه، به خاطر اینکه همونطور گفتم بر مبنای مقیاس هایی که ما داریم اینجا در نظر میگیریم در روابط بین الملل و کوالیشن بیلدینگ یا ائتلاف سازی، آقای دونالد ترامپ موفق بوده تونسته کشورهایی رو کنار خودش بیاره که فشار به کره شمالی رو خیلی جدی تر بیارن. اون چیزی که جمهوری اسلامی رو با اون غرایز اصلی که دارن میترسونه واقعا این هستش که آقای دونالد ترامپ به کره شمالی حمله بکنه، ولی به نظر نمیاد که چنین حمله‌ای الان مطرح باشه و احتمالاً برآوردهایی باید داشته باشن. یعنی به هر حال این یک قمار هستش، ترامپ باید برآوردهایی داشته باشه که این تحریم‌ها واقعا بتونه ظرف حد اکثر یکی دو سال مثلا کره شمالی رو فلج بکنه و تغییر رژیم در کره شمالی شکل بگیره. یکی دیگه از موفقیت هایی که به هر حال ترامپ در مورد کره شمالی داشت این بود که کره شمالی اگر خاطرتون باشه گوام رو تهدید کرد، یعنی دقیقا گفت ما حمله میکنیم. حتی خیلی نگران شده بودن که شاید 24 ساعت بعد حمله بکنه. وقتی ترامپ تهدید خودش رو تند کرد کره شمالی پس گرفت، گفت ممکنه در آینده این کار رو بکنیم. این یک موفقیت بود. بعد از این آمد از روی ژاپن موشک‌های خودش رو فرستاد در اقیانوس آرام تستشون کردش. این یک تهدید دیگری بود، ولی به هر حال از اون تهدید مستقیم گوام که ما می‌خوایم به خاک آمریکا در واقع حمله بکنیم دست برداشت. به همین جهت این پیچیدگی که در سیاست‌های آسیا و پاسیفیک ریم یا لبه اقیانوس آرام هستش، این سیاست‌ها یه مقدار پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره، ولی بدون تردید روی جمهوری اسلامی هم اثر می‌گذاره. یک جمله‌ای رو هم ترامپ گفت که نمی‌دونم این رو بلوف زد یا واقعی گفتش، ولی به نظر میاد، یعنی حداقل تا اونجایی که ما هم از کشور خودمون اطلاع داریم میتونه این واقعی باشه، و ارتباطات اقتصادی و ارتباطات تبادلات هسته‌ای هستش که بین و موشکی که بین کره شمالی با ایران شکل میگیره و کماکان هم ادامه داره. اونها هم بدون تردید زیر ذره بین هستش، گفتش که ما میخوایم اطلاعات بیشتر رو در این زمینه داشته باشیم، بنابراین اونها هم میتونه اثر بذاره روی وضعیت ایران. ولی به طور کلی وضعیت خاورمیانه یک سیاست جداگانه خودش رو داره. به خاورمیانه برگردیم. چیزی که موضوع بحث چند روز اخیر بوده در بسیاری از محافل خبری هم واشنگتن هم لندن و خیلی از پایتخت‌های دیگر جهان، در طول 24 ساعت گذشته شاهد این بودیم که حتی حسن روحانی به نحوی دولت عربستان رو تهدید کرد و عملا گفت که ما از بزرگتر از عربستان هم نمی ترسیم، چه برسه به عربستان سعودی. آیا جنگ نیابتی میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی ممکن هست به جنگ واقعی تبدیل بشه در فضای متشنج فعلی خاورمیانه و خلیج فارس؟ طبعا احتمالش هستش. اتفاقا در یه همچین موردی ما میتونیم بگیم که بیشتر میتونیم رو عقلانیت عربستان حساب بکنیم که چون این جنگی رو شروع نکنه با ایران، چون یک طرف بازیگر ماجرا که جمهوری اسلامی هستش از مدت هاست وارد جنگ شده. یعنی ببینید ما خیلی وقتا وقتی میگیم جنگ شروع بشه، به خصوص برای مخاطبان ایرانی که حالا در ایران باشن یا جای دیگه، میگیم جنگ شروع شده، انگار الان جنگ وجود نداره، الان تمام دست و پای جمهوری اسلامی در جنگه و سال هاست مشغول جنگ هستش. اینکه این جنگ به داخل کشور کشیده بشه یا مستقیم بشه بحث دیگری است.
به همین جهت عربستان در این زمینه معمولاً تا اونجایی که ما در دیپلماسیش دیدیم بیشتر خردمندانه عمل میکنن، یا بیشتر میشه روشون حساب کردش که نذارن آتش جنگی گسترش پیدا بکنه. ولی از اون طرف هم گفتن که خب حرکت جمهوری اسلامی، یعنی دادن موشک زلزال برای مثال به حوثی ها و اینکه اونها بتونن بزنن، یک بار تا نزدیکای مکه زدن سقوط کرد، این بار تا ریاض و خودشون هم ادعا کردن که ما این کارو کردیم، خب این موشک رو از کجا آوردن؟ بنابراین تکلیف روشنه. سیاستی که ما داریم در عربستان میبینیم و در منطقه میبینیم، یعنی در واقع در اون ائتلاف عربی میبینیم، بیش از هر چیز این هستش که ما سال هاست که به نوعی در یک جنگ نیابتی جمهوری اسلامی داره به ما حمله میکنه. ما سال هاست رو دربازی داشتیم، سال هاست هی عقب نشستیم. بیایم این مسئله رو صریحش بکنیم، یعنی کارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه رو بگیمش، طرحش بکنیم. مسئله لبنان و استعفای سعد حریری همین بود. این صریح کردن اینه که تکلیف رو روشن بکنیم، یعنی واقعا مشخص بشه چه کسی تجاوز کرده و چه کسی داره ثبات منطقه رو به هم میزنه. این رو مسلما ما به عنوان سیاست عربستان، و این کلمه رو دقیق تر بگم، ما کلمه عربستان رو اشتباه میگیم، پادشاهی عربی سعودی، این سیاست رو میشه کاملا الان دید که چون این سیاستی رو نسبت به ایران داره. ولی اینکه وارد جنگ بشه، امیدوارم چنین اتفاقی، جنگ مستقیم، امیدوارم چنین اتفاقی نیفته و ابزارهای دیگری هم برای مهار جمهوری اسلامی وجود داره. بر اساس اون چیزی که بارها مقامهای ارشد روحانی جمهوری اسلامی گفتند، جنگ 8 ساله میان ایران و عراق منتهی به تقویت بخشی از جمهوری اسلامی و به عبارت خود جمهوری اسلامی شد و بسیاری از نیروهای منتقد رو یا حذف فیزیکی کرد یا عملاً از قدرت، از دایره قدرت دور کرد. آیا هنوز این دیدگاه میان برخی از سران جمهوری اسلامی وجود دارد که با کشاندن کشور به یک جنگ مستقیم، یعنی فارغ از جنگ نیابتی، بخوان بخشی از نیروهای سیاسی رو یا ضعیفتر بکنن یا تکلیف رو معلومتر بکنن برای گزینه بعدی که بعد از آقای خامنه‌ای ممکنه وجود داشته باشه؟ من اجازه بدید اول به این موضوع اشاره بکنم. من در کل نگاهی که به سیاست ایران دارم، برخلاف بسیاری از افراد، به مسئله مرگ آقای خامنه‌ای به عنوان یک فاکتوری که واقعا در ذهن حکومتگران الان به عنوان یک مسئله جدی وجود داشته باشه، چندان باوری ندارم، فکر نمی کنم. بیشتر این در ذهن ماست، ما خیلی در مورد مرگ خامنه‌ای صحبت میکنیم، ولی در حکومت یا در سلامت جسمی خامنه‌ای هم چیز عجیبی به چشم نمیخوره. به همین جهت، ولی اینکه جمهوری اسلامی به دلایل دیگری، بخش بزرگی از جمهوری اسلامی به دلایل بزرگ دیگری جنگ طلب هستند و اصلا فضای جنگی رو می طلبند. شما یه بخشی رو خودتون بهتر می دونید، در زمینه مدیریت آب، در زمینه مدیریت محیط زیست، جمهوری اسلامی محاله بتونه یک قدم برداره و هر روز که داره میگذره خسارت ها به حدی شدیدتر داره میشه که قابل جبران نیست. یعنی این حتما به یک نقطه سقوط خواهد رسید، حتی نمیتونن وضعیت فعلی رو نگهش دارن، محاله بتونن این کار بکنن. از جهت اقتصادی، فساد اقتصادی رو نگاه بکنید و حضور سپاه، چجوری میشه سپاه رو از اقتصاد خارج کرد؟ از طرف دیگه میخواستن که با قوانین پولشویی و قوانین ضد تروریسم دنیا مثلا کنار هم بیان، خب الان که تحریم هاست باید برن دنبال بازار سیاه، و سپاه یکی از مهمترین بازیگران بازار سیاه در منطقه هستش، از استانبول گرفته تا شرق آسیا و جاهای دیگه، آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی. آیا میشه سپاه رو براش اصلا یک چاره کوچکی اندیشید؟ وضعیت جمهوری اسلامی وضعیت غیر قابل مدیریته، از فساد اخلاقی، از فساد مالی، از گرسنگی مردم، 11 میلیون انسان گرسنه. این زمینه ها زمینه هایی است که جمهوری اسلامی اگر هیچ فاکتور خارجی هم به این سیستم وارد نشه، این سیستم نمیتونه حیات خودش رو ادامه بده برای 5 سال 10 سال آینده.
به همین جهت گرایش به وضعیت جنگی و تبلیغات جنگی میکنه که بتونه یک انسجامی برای خودش حفظ بکنه برای اون نفسهای آخر در واقع در قبل از اون فروپاشی که امیدوارم فروپاشی اجتماعی اتفاق نیفته. این یک استدلال بخشی از جو حکومت هستش. یه استدلالش هم استدلال دیگه هم هستش که صورت ظاهر بود. اصلاح طلبا اینا طرح می‌کردن تنیس‌زدایی، حالا مثلا تنیس‌زدایی منظورشون با غرب بود، یعنی هر چقدر می‌خوان آتش افروزی در منطقه بکنن ولی مثلا برن کنار آلمان، ایتالیا، جاهای دیگه مثلا لبخند بزنن. خب این درویی و این تظاهر معنا نداشتش در سیاست، در امنیت بین‌الملل معنا نداره. زرنگ بازی در آوردن که خیلی از اصلاح طلب و تصور میکنن. به همین جهت ذات حکومت جمهوری اسلامی و ذات سپاه ذات مدعی جهانی است، ادعای جهانی داره و ذات تنش زایی داره. به همین جهت مسیر دیگری نداره که بخواد به صورت با عقلانیت مثلا یک کم خودشو کنار بکشه. جمهوری اسلامی یعنی کلن سیستم سیاسی ایران اگر بخواد به ادامه حیاتش ادامه بده باید 180 درجه مسیرش عوض کنه که این رو غیر ممکن میبینی. شما به اصلاح طلبان اشاره کردید. در روزهای گذشتن در برنامه به این مسئله اشاره شده که اصلاح طلبان عملاً درباره دخالت‌های فرامرزی سپاه پاسداران چه در سوریه، چه در عراق، چه در یمن، چه در نقاط دیگر سکوت کردند و بعد از اینکه آقای ترامپ استراتژی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی رو ارائه داد، این گروه‌ها، گروه اصلاح طلب یا گروه‌های اعتدالگرا، گروه‌های مختلفی که نزدیک به جناح رفسنجانی یا روحانی یا خاتمی هستند، از سپاه حمایت کردند. آیا این حمایت یک جانبه از سپاه بدون در نظر گرفتن واقعیتی که در سوریه، در لبنان، در عراق، در یمن، در افغانستان و دیگر نقاط رخ میده، در تاریخ آیا از این مجموعه نام قابل ارائه‌ای باقی خواهد گذاشت یا نه؟ در تاریخ که در همین لحظه‌ای که ما الان هستیم یک چیزی ثابت شده، اصلاح طلبان و اعتدالگرایان جنگ طلبن. دروغ میگفتن دنبال صلح هستن، جنگ طلب هستن. به خاطر اینکه هر کسی به هر نحوی تجاوزات سپاه رو حمایت بکنه، دخالت‌های سپاه و حکومت جمهوری اسلامی رو در منطقه، تنش‌آفرینی‌هایی که داره می‌کنه رو حمایت بکنه و وضع موجود رو ادامه بخواد بده، در واقع جنگ طلب هستش. این رو باید تکلیفشون رو روشن بکنن. قبلا اینها به کسانی که مثلا نزدیکی به آمریکا داشتن گفتن جنگ طلب، در حالی که الان چندین سال جنگ دیگه به چه معنا آقای کوثر؟ جنگی که 500 هزار نفر، نیم میلیون زن و بچه و کودک سوری رو ما بکشیم، دست داشته باشیم در کشتنشون، سردار کودک کش ما، یعنی نه صرفا یک جنگ بلکه یک فاجعه شنیع انسانی که در تاریخ معاصر بی نظیر بوده. ما الان دستمون به خون، به بی وجدانی آلوده است. اصلاح طلبی که به هر نحوی سپاه رو و جمهوری اسلامی رو با این حرکت ها حمایت داره میکنه، انسان بی وجدانیه، انسانیه که دستش در اون خونها آلوده است. ما حداقل میگیم که حساب ما رو از حساب حکومت و سپاه جدا بکنید و باز با این حال شرمنده مردم سوریه هستیم، شرمنده مردم عراق هستیم بابت تمام اتفاقاتی افتاده. اونهایی که با این وقاحت کماکان گستاخی سپاه جمهوری اسلامی رو و ادامه تجاوزاتش رو میپذیرن و بر نمیگردن بگن که آقا بشین سر جات، بیا توی کشور و دخالت های فرامرزی نکن، نمیگن، همه جنگ طلب هستن و این رسوایی الان دیگه محرز هست. در مسائلی که در ارتباط با عربستان راجبش صحبت شده در روزهای اخیر، یک نقطه ممکنه درخشش بیشتری داشته باشه، اون هم استعفای سعد حریری از درون خاک عربستان هست. یعنی نخست وزیر لبنان نرفته برگرده به کشور خودش و اونجا استعفای خودش رو ارائه بده، در عربستان این مسئله رو مطرح کرده. این چه مفهومی داره آقای جلالی؟ این رو که شما میپرسید من یاد باز همین اصلاح طلب ها میفتن که میگفتن که ببینید این کار خودش نبوده، مثلا عربستان و وادارش کرده، عربستان دستور داده بهش.
فکر میکنن که خیلی باهوشن که چنین حرفی رو میزنن. آقای سعد حریری خودش رسما از توی عربستان داره این مصاحبه رو میده و استعفا خودش رو اعلام میکنه. اگر قرار بود که شما کشف کنید یا کارگاه باشید که این باید میمدش در لبنان این استعفا رو انجام داد، بعد شما میگفتید دستور عربستان بوده. بنابراین پیام سعد حریری خیلی روشن هستش در این مورد، دقیقا بر مبنای همون سیاستی که در ابتدا خدمتتون عرض کردم، صریح شدن چهره هیولای جمهوری اسلامی. تا کی دندان روی جگر گذاشتن؟ سعد حریری واقعا تهدید شده، یعنی بهش حمله صورت گرفته. از طرف دیگه مدت هاست به عنوان نخست وزیر لبنان داره میگه که لبنان، ارتش لبنان، نیروی نظامی لبنان نباید در سوریه دخالت بکنه. آقای حسن نصرالله گوش میکنه، دیگران گوش میکنن. بنابراین تکلیف روشن کرد برای چی ما استخون لای زخم پیش بریم، روشن بکنیم که این هیولا کیست و کی داره برای ما حکومت میکنه در لبنان. سعد حریری و نخبگان سیاسی سکولار لبنان اینها آدم های متمدنی هستند، دلشون میخواد کشورشون رشد بکنه، نگاه ملی به کشور خودشون دارن، ولی از اون طرف هیولای مثل حزب الله وجود داره که الان هم باز به تقلید از کره شمالی جمهوری اسلامی در واقع داره عین موش زمین رو سوراخ میکنه، زیر زمین کارخونه موشک سازی داره درست میکنه. این وضعیت موجود حزب الله تا کی باید ادامه پیدا بکنه؟ تا کی این سلاح‌ها و زرادخانه ها باید افزایش پیدا بکنه در یمن، در برای حزب الله، در حماس، همه جا ما داریم همچین چیزی رو میبینیم. تکلیف ها باید روشن باشه و سعد حریری کار بسیار هوشمندانه در این زمینه کرد که این مسئله رو علنی کرد، طرحش کرد، استعفا داد و از واکنش حسن نصرالله گرفته تا مقامات دیگه جمهوری اسلامی که همشون جا خوردن میشه فهمید که تا چه حد کارش مؤثر بوده و مفید بوده. فقط امیدوار هستم که سیاست‌های امریکا و همچنین کشورهای منطقه در این زمینه که به طور صریح با حزب الله روبرو بشن به عنوان یک گروه تروریستی و برای انحلال حزب الله اقدام بکنن، این سیاست ها واقعا وارد عمل بشه که این اتفاق بیفته. کسانی که حالا در حزب الله الزاما اعتقاد مذهبی مثلا ندارن و میخوان تو ارتش باشن، اینا میتونن به ارتش لبنان ملحق بشن، که این البته خیلی نظر خوشبینانه ای از من هست، چون واقعا اینها تمام وجودشون از تروریسم و تفرقه افکنی و تنش آفرینی و دشمنی با اسرائیل و غیره شکل میگیره. تا درودی دیگر، بدرود.